دقل حرکت رو به خودمون روا نداریم. اگر حداقل بخشش رو در راه انقلاب ایران نکنیم، ما ثروتمندیم، ما مردم ثروتمندی هستیم در خارج از کشور، جیبها رو باز کنید، سخاوت ایرانی بودن خودتون رو نشون بدید. با سخاوت باید با انقلاب روبرو شد، با سخاوت، هم سخاوت روحی، هم سخاوت مادی، هم معنوی. انقلاب احتیاج به بذل و بخشش داره، بذل و بخشش مالی و بذل و بخشش معنوی، هر دو با هم. حالا که ما نمیتونیم جونمون رو بدیم، یا اگر جونمون رو میخوام بدیم در خطر کمتر هست، حداقل مالمون رو بدیم، ثروتمون رو بدیم، پولمون رو در راه انقلاب بدیم، یک قدم برداریم. من به عنوان یک انسان ایرانی در مورد مسائل سیاسی مملکتم حس میکنم دارای یک احساس قوی هستم. شاید اینو بر اساس تمرینه، بر اساس ممارسته، بر اساس تکراره. وقتی که من 2 سال و 5 ماه پیش، درست 25 ژانویه 2007 که برنامه شد، دیشب نوار رو پخش کردم خدمتون، گفتم که کودتای سفید رفسنجانی و خاتمی در راهه و این دوتا با هم ائتلاف خواهند. 2 سال و 5 ماه پیش که لازم دونستید ندید خیلی ها، دو مرتبه اونه پخشش کنم، دیشب نوار رو پخش کردم. 2 سال و 5 ماه پیش 1 ساعت و نیم برنامه رو گوشتم روی کودتای سپید رفسنجانی و خاتمی که در راهه. امروز نگاه میکنیم بعد از 2 سال و 5 ماه که من به قول آقای دیشب گفت تو واقعا شد نظر کردی، چطور آقا پیش بینی کردی، چطور اینجوری شد؟ گفتم حس میکنم، همونطور که حس کردم اینا به طرف یک رفراندوم میرن و این مجدد 2 سال و 5 ماه پیش به شما دادن روز 25 ژانویه 2007. حالا نماز جمعه آقای رفسنجانی میگه معترضین و آقای رئیس جمهور برن تو تلویزیون مناظره کنن، بعد مردم رأی بدن در یک همه پرسی که آقای کدوم درست میگن، یعنی رفراندوم. و آقای خاتمی میگه برای اینکه از این گرداب بیایم بیرون، اعتماد ملت رو برگردونیم، مشروعیت نظام رو تضمین کنیم، باید رفراندوم بکنیم، چاره وجود نداره. و امروز نگاه میکنیم صدای سوم بلند میشه، صدای سوم در واقع روحانیان مبارز هستن، جامعه روحانیان مبارز میگن رفراندوم. صدای چهارم رو امروز میشنویم که سازمان ادوار تحکیم صحبت از یک جبهه ملی فراگیر و یک رفراندوم میکنه، رفراندومی که من 2 سال و 5 ماه پیش گفتم عاقبتش به دست خاتمی و رفسنجانی خواهد بود، الان داره مسئلهش فراگیر میشه. در اون پیشبینی، در واقع میتونم بگم پیشگویی، چون میدیدم، این رو به شما گفتم به عنوان یک واقعیت، گفتم کودتا شد، کودتا میشه، کودتای رفسنجانی و خاتمی، و تز این خواهد بود که رفراندوم بکنیم و بعد از رفراندوم مثلا اینی که کی ولی فقیه باشه، چون ولی فقیه دروغ گفته محبوبیت نداره. و من پیش بینی کردم 2 سال و 5 ماه پیش که خاتمی ولی فقیه خواهد شد، یک شورای تشکیل خواهد شد، شورای ولایت فقیه به سرپرستی خاتمی. و الان داریم میبینیم قدم به قدم اون چیزی که من بیش از 2 سال و 2.5 سال تقریبا پیش بینی کردم، پیشگویی کردم، امروز داره اتفاق میفته. پس بنابراین به کسانی که خاموشن، به کسانی که هنوز باور ندارن، به کسانی که فکر میکنن که عقل کل هستن و هنوز بی تفاوت ایستادن و خودشون به دامان پوسیده جمهوری اسلامی آویزان کردن، خدمتشون عرض بکنم که من پیشگویی میکنم، نه پیشبینی، که این رژیم میفته. دیروز بسیاری تماشاگران، یکی تو تماشاگر تلفنی از من پرسیدن که آقا کی، چجوری فکر میکنی؟ شاهدش بودید. و من امروز خدمتتون عرض میکنم که من پیشبینی میکنم. حالا گفتم تفاوت بین پیشبینی و پیشگویی رو قبلا خدمتتون عرض کردم. پیشگویی که من واقعا میدونم قبل از که اتفاق بیفته دارم بهتون میگم این اتفاق میفته. درست که 2 سال و نیم پیش گفتم که رفسنجانی و خاتمی علیه خامنه‌ای بلند میشن و کودتاست در واقع. اون پیشگویی بود و شد. الان میگم که رژیم متلاشی میشه. پیشگویی دارم بهتون میگم، به عنوان یک واقعیت غیر قابل
انکار که اتفاق خواهد افتاد من دارم بهتون میگم، اما چه موقع رو پیش بینی میکنم. پیش بینی معنیش اینه که مثلا از هواشناسی یا فردا بارون میاد ممکنه نیاد، میگه ساعت بعد از ظهر آفتابیه، شب که میشه بارون میاد، ممکن شب نیاد صبح فرداش بیاد. پیش بینی میکنه، ولی من پیش بینی میکنم که انقلاب احتمالاً در سال 2010 تا سال آینده سامان میگیره، احتمالاً در بهار آینده شاید ما بهار انقلاب رو ببینیم. من پیش بینی میکنم که این بیشتر از یک سال، یک سال نیم طول نمیکشه، ولی پیشگویی میکنم که سرانجام در مدت 3-4 سال آینده قطعا این رژیم افتاده. ولی کی؟ تصورم اینه که در سال 2002 ما ناقوس مرگ حکومت جبر و ستم رو در تمام سرتاسر مملکت ناقوس مرگ رو به صدا در میاریم و شادی میکنیم. برای اولین مرتبه ناقوسا به صدا در میان برای شادی، چون مرگ یک دیکتاتوری رو به چشم خواهیم دید. و اون روزیست که روز زندگی و تولد دیگه ملت ایرانه. پس بنابراین انقلاب رو باور کنید، باور کنید که در راه انقلاب، ای عاشقان انقلاب، ای دل سوختگان وطن، ای کسانی که نام ایران براتون مقدسه و از مسائل ایران زجر میبرید، ای کسانی که به شما ستم وارد شده، ای ستم دیدگان، باور کنید که روز رستاخیز نزدیک است. گول هیچ کسی نخورید. حرکت ها بر اساس یک مانیفست جهانی باید شکل بگیره، حقوق بشر. و من توی این مسئله برای خودم رو جا انداختم. هیچ که نمیتونه دیگه سر من کلا بذاره. من اگه نگاه کنم بیام در چارچوب حقوق بشر نیست، اصلا گوش نمیدم، فراتر از اونم نمیرم. برای من مثل قرآن، مثل انجیل، مثل تورات، مثل ده فرمان موسی، برای من این مقدس‌ترین حکمی است که وجود داره، مفاد حقوق بشر سازمان ملل متحد. و با همینی که من تو دهن کسانی میزنم که بخوان جلوی آزادی رو بگیرن، یک خبر خوش براتون دارم و اون این که عفو بین الملل روز 25 جولای رو روز جهانی همدردی و پشتیبانی و ملت ایران اعلام کرده. و عفو بین الملل امروز اعلام کرده در بیش از 50 کشور جهان مردم جهان تظاهرات میکنن در مقابل سفارت یا دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی در بیش از 50 کشور جهان و نامه های اعتراض آمیز خودشون رو به نمایندگان جمهوری اسلامی میدن. ما جهان رو پشت سرمون داریم، ما از چیزی نمیترسیم، جهانی در پشت سر ماست. فقط در این وسط مواظب باشیم. چیزی که من وقتی صحبت میکنم واقعا خشم تمام وجودمو میگیره، این که فرصت طلبا رو بهشون اجازه ندیم خود نمایی کنن. تظاهرات 25 جولای مورد تایید من، مورد تایید همه شماست، مطمئن هستم. ولی که یک عده‌ای به عنوان طرفداران حقوق بشر نباید بیان اون پشت فرصت طلبی کنن و بخوان مقاصد سیاسی خودشونو پیش ببرن، که اینا بدتر از آخوندها خواهند بود، چون در جامعه در لباس گرد هستن که در لباس میش میرن. همون کاری که خمینی کرد، اون دفعه در لباس مذهب، حالا این دفعه در لباس حقوق بشر، که اینا ظالمتر، ستمدیده‌تر و دوکتر از مذهبیان متحجر هستن، کسی که عاشق عقاید خودشون هستن، عاشق این هستن که فکر میکنن هر چی میگن درست میگن و بقیه ما هیچ چی نمیفهمیم، درست از ولی فقیه بدترن. این
این دوکپای روشنفکر امروزی که در قالب حقوق بشر دارن کار میکنن.